سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. آنتوان گریزمان ستاره فرانسوی اتلتیکو مادرید در 20 بازی اخیر رسمی خود موفق به گلزنی نشده است. ایتالیا و آلمان در اولین دیدارشان در رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا به تساوی 1-1 رسیدند. تیم ملی انگلیس دیگر تیم بزرگ شکست خورده در هفته اول لیگ ملت‌های اروپا بود. بیش از یک ماه است که منچستر یونایتد اریک تن هاگ را به عنوان سرمربی خود معرفی کرده و از آن زمان به طور مداوم فرانکی دیونگ به شیاطین سرخ لینک شده است. در تابستان 2019 آنتوان گریزمان به عنوان جانشین نیمار توسط بارسا خریداری شد. ستاره فرانسوی در آن زمان یکی از بهترین مهاجمان دنیای فوتبال به حساب می آمد و هواداران بارسا خیلی به این خرید امیدوار بودند و انتظار داشتند که گریزمان در کنار میسی و لوئیس سوارز درخشش خیره کننده در ترکیب بلوگرانا داشته باشد. با این حال اوضاع ستاره فرانسوی در بارسا هرگز خوب پیش نرفته و اصلا نتوانست انتظارات را برآورده کند. در حقیقت بعد از دو فصل کاملا ناامید کننده که آنتوان گریزمان در بارسا سپری کرد، نهایتا این ستاره فرانسوی در تابستان گذشته از این تیم جدا شد و به اتلتیکو مادرید بازگشت. در ابتدا هواداران اتلتیکو استقبال خوب از گریزمان انجام ندادند، اما برخی نمایش های خوب این بازیکن اوضاع را تا حدود برای او آرام کرد. با این وجود عملکرد خوب گریزمان تداوم پیدا نکرد و اخیرا در بیشتر بازی های اتلتیکو مادرید نیمکت نشین بود. ستاره فرانسوی در این فصل 29 بازی برای اتلتیکو انجام داد که حاصل آن تنها 3 گل بود. این عملکرد ضعیف ستاره فرانسوی باعث شد شایعات در رابطه به احتمال بازگشت او به بارسا در این تابستان مطرح شود، اما این که سزرو رئیس باشگاه اتلتیکو مادرید اخیرا تاکید کرد که او در واندا متروپولیتانو میماند. تیم ملی فرانسه در چارچوب رقابت‌های لیگ ملت‌ها به مساف دنمارک رفت و نهایتاً با نتیجه 2-1 از حریف خود شکست خورد. آنتوان گریزمان 78 دقیقه در میدان حاضر بود اما نتوانست گل به ثمر برساند. آمار فاجعه‌بار درباره ستاره فرانسوی این که از آخرین گل او در یک بازی رسمی 20 دیدار می‌گذرد. در واقع گریزمان آخرین بار در تقابل اتلتیکو مادرید با رئال ماخودا هوندا در کوپا دل ری موفق به گلزنی شد که آمار بسیار بد برای این بازیکن تلقی می‌شود و باید دید که این تلسم برای او بالاخره چه زمان شکسته خواهد شد. دیدار دو تیم ایتالیا و آلمان در مرحله گروهی لیگ ملت‌های اروپا با تساوی 1-1 به پایان رسید. در نیمه دوم پیگرینی با پاس گونوتووی از رساله ایتالیا را به گل رساند، اما تنها 3 دقیقه بعد یوشوا کیمیش گل تساوی آلمان را به ثمر رساند. در دیگر بازی این گروه مجارستان موفق شد انگلیس را شکست دهد و در بین بزرگان صدرنشین شود. هانسی فلیک پس از بازی در کنفرانس خبری گفت: ما بازی را خوب آغاز کردیم اما بعد از 15 یا 20 دقیقه اول راه خودمان را گم کردیم. ایتالیا خیلی خوب بازی کرد و ما در بازی سازی اشتباهات زیاد مرتکب شدیم. در انسجام دفاعی و استحکام مشکل داشتیم. این چیزهایی است که باید در آن پیشرفت کنیم تا سه شنبه بازی بهتر انجام دهیم. چیزهایی که در تمرینات کار کرده بودیم امشب در زمین انجام ندادیم و این اولین بار نیست که این اتفاق رخ می‌دهد. ایتالیا نسبت به بازی با آرژانتین در تغییر در ترکیب اصلی خود ایجاد کرده بود و مانچینی 6 بازیکن را برای اولین بار در تیم ملی بازی داد. ایتالیا با اختلاف بسیار منسجمتر و منظمتر از چیزی بود که انتظار داشتیم. بنابراین این که ما به سرعت توانستیم گل تساوی را بزنیم یک نکته مثبت است. این نشان می‌دهد که لیگ ملت‌های اروپا به شما این امکان را می‌دهد تا مقابل رقبای بسیار قدرتمند بازی کنید. نمایش ما در مجموع امشب منفی بود. ما می‌توانیم و باید بهتر کنیم. دقت و استحکام همیشگی را نداشتیم. هانس فلیک گفت مطمئن است ایتالیا به عصر باشکوه خود برمی‌گردد. ایتالیا ملت است که با فوتبال زندگی می‌کند و نفس می‌کشد. آنها در زمینه دفاعی روان و منسجم است. من مانچینی و بازی تیمش را در یورو را ستایش می‌کنم. همه ما با دیدن بازی ایتالیا در یورو کم کم هوادار آن شدیم. آزوری هر آنچه که لازم است را برای یک احیای مجدد دارد و می‌تواند باز هم یک عصر مهم را بسازد. طبق اعلام شبکه آماری اوپتا، فلیکس سومین مربی در تاریخ فوتبال آلمان است که در 10 بازی ابتدایی حضورش در نیمکت متحمل شکست نشده است. فلیک بعد از آن که با این مونیخ را قهرمان سه‌گانه کرد، جایگزین یواخیم لو در نیمکت جرمن‌ها شد. روبرتو مانچینی که به طور قابل توجه از جوانان در این بازی استفاده کرد، پس از بازی برای اسپورت گفت: تأسف آور است که خیلی سریع بعد از زدن گل گل تساوی را دریافت کردیم. کم ساده لوحانه بازی کردیم زیرا بازی آسان نبود، مخصوصا در ابتدا. این اولین بار بود که این جوانان کنار هم بازی میکردند و عالی کار کردند. وقت لازم بود زحمت کشیدند و تحت فشار جواب دادند و وقت لازم بود حمله کردند. بچه‌ها واقعا خوب کار کردند. آنها مقابل تیم بزرگ آلمان که در حال حاضر یکی از بهترین هاست برابر کار کردند. ما فقط باید روی نفرات خودمان تمرکز کنیم. فقط می توانیم امیدوار باشیم این بازیکنان جوان به صورت رشد کنند. یک نتیجه هیچ چیز را تغییر نمیدهد. ما مسیر طولانی را پیش روی خودمان داریم. بچه ها واقعا خوب کار کردند. آلمان در حال حاضر یکی از بهترین تیم های جهان است و بازی مقابل آنها آسان نیست. در ابتدا کم دست و پاچه بودیم اما کم کم بازی خودمان را آغاز کردیم. در دیدار دیشب یک اتفاق نگران کننده برای دروازه‌بان تیم ملی ایتالیا رخ داد، جایی که جان لوئیجی دوناروما در اثر یک برخورد با مدافع تیم ملی آلمان یعنی آنتونی رودیگر از ناحیه انگشت دچار محکومیت شد. تیم ملی ایتالیا تعویض‌های خود را انجام داده بود و به همین خاطر دوناروما مجبور شد به کار خود تا پایان بازی ادامه دهد. با این حال وقت داور مسابقه ویسل پایان بازی را زد، جان لوئیجی دوناروما از شدت درد روی زمین افتاد و از کادر پزشکی تیم ملی ایتالیا درخواست کمک کرد. این دروازه‌بان که از این مصونیت بسیار عصبانی به نظر می‌رسید، بعد از مداوای اولیه به ناراحتی زمین بازی را ترک کرد. سرمربی تیم ملی ایتالیا یعنی روبرتو مانچینی نیز بعد از پایان بازی آسیب دیدگی این بازیکن از ناحیه انگشت را تایید کرد. با این حال باید منتظر ماند و دید که میزان دقیق آسیب دیدگی دوناروما چقدر است و این کایو به بازی‌های بعدی آزوری خواهد رسید یا خیر.
تیم ملی فوتبال انگلیس چند به شب در چارچوب گروه سوم لیگ ای مسابقات لیگ ملت‌های اروپا در ورزشگاه پوشکاش آرنا مهمان مجارستان بود و با نتیجه 1-0 مغلوب شد. انگلیس چهارمین تیم بزرگ قاره سبز پس از کرواسی، فرانسه و بلژیم بود که مسابقات را با شکست آغاز کرد. ریس جیمز در دقیقه 65 مرتکب خطای پنالتی شد که دومینیک سوبوسلای در دقیقه 66 دروازه همگروه تیم ملی کشور ایران را در جام جهانی 2022 رخ شد. تیم‌های ملی فنلاند و بوسنی و هرزگوین نیز همزمان با این مسابقه مقابل هم سفرایی کردند که این مسابقه با تساوی 1-1 انجامید. تیم پوکی در دقیقه 46 از روی نقطه پنالتی موفق به گلزنی شد. اسماعیل پورولیا گل تساوی را در دقیقه 93 به ثمر رساند. در گروه نخست لیگ بی ارمنستان با نتیجه 1-0 از صدر جمهوری لند گذشت و در گروه اول لیگ سی لتوانی با نتیجه 2-0 از لوکزامبورگ شکست خورد. سرمربی سشرها در مصاحبه پس از بازی در خصوص این شکست غیر منتظره گفت: می‌دونستم که بازی خیلی خیلی سخت خواهد بود. ما هم مثل سایر کشورهای بزرگ مسابقات سخت مقابل مجارستان داشتیم. عبور از لایه‌های دفاعی آنها اصلا آسان نیست. با نظرم دمای هوا بیش از طولانی بودن فصل که گذشت تاثیرگذار بود. عامل دیگر این است که از آخرین بازی ما کنار یکدیگر 3 ماه می‌گذشت و ما تا 6 ماه اخیر فقط 3 بازی انجام دادیم. ما در این 4 بازی به دنبال دستیابی به یک تعادل، شناختن بازیکنان و تلاش برای برنده شدن هستیم. شاید امروز به طور کامل تعادل را در تیم ایجاد نکرده باشم، ولی ما از این تجربه چیزهای زیادی یاد گرفتیم. باید پذیرفت که قرار نیست در همه بازی‌ها برنده شویم. باید از انتقاداتی که این نتیجه به همراه خواهد داشت استفاده کنیم، از این تجربه برای پیشرفت بیشتر بهره ببریم. طبیعتاً ناراحت هستیم، چون اگر قرار است به مراحل پایانی جام جهانی برسیم، باید در چنین بازی‌های برنده شویم. ما به خوبی از قوی‌ترین ترکیبمان اطلاع داریم. عده‌ای از این بازیکنان به آمادگی ایده‌آل به اینجا نیامده‌اند. مطابق انتظار پیش از آغاز بازی سرود تیم ملی انگلیس در حال پخش بود و بازیکنان این تیم نیز در حال همخوانی بودند، اما یک صحنه عجیب در این بین مشاهده شد، جایی که دوربین‌ها ترنت الکساندر آرنولد را در حال شکار کردند که او هیچ عکس العمل خاص از خود نشان نمی‌داد و برخلاف دیگر بازیکنان تیم ملی انگلیس سرود ملی کشور را همخوانی نمی‌کرد. این اقدام عجیب الکساندر آرنولد از سوی هواداران انگلیسی به جواب نماند و آنها در صفحات اجتماعی به این مدافع باشگاه لیورپول حمله کردند. در حقیقت انگلیسی‌ها به شدت از رفتار آرنولد عصبانی هستند و معتقدند که این بازیکن حتی باید به خاطر این کار مجازات شود. برخی از آنها حتی پا را فراتر گذاشتند و معتقد هستند که این مدافع جوان هیچ تعصب روی تیم ملی کشورش ندارد و این موضوع به جز نخواندن سرود ملی در بازی او نیز مشاهده می‌شود. به نقل از نشریه اسپورت چاپ کاتالونیای اسپانیا، فرانک دیونگ هافبک تیم ملی فوتبال هلند و ستاره خط میانی باشگاه بارسا زمانی که در تیم آژاکس آمستردام در کشورش حضور داشت زیر نظر سرمربی 52 ساله فعلی منچستر یونایتد بازی میکرد و اکنون اریک تن هاگ میخواهد دوباره با این بازیکن سابق خود این بار در اولترافورد کند. خوزی آلوارز هایا روزنامه‌نگار الچرینگتو مدعی است که تیم‌های لیگ برتری و پاریس سن ژرمن فرانسه به این بازیکن 25 ساله علاقه‌مند هستند و کاتالان‌ها می‌توانند مبلغ معادل با رقم 60 تا 70 میلیون یورو از فروش این میلی‌پوش هلندی در پنجره نقل انتقالات فصل تابستان امسال دریافت کنند. جاوی هرناندز سرمربی بارسا اخیراً در بخش از سخنانش بیان کرد که فرانک دیونگ برای آنها یک بازیکن کلیدی است، اما ماندن او با وضعیت اقتصادی باشگاه کاتالانی بستگی دارد. فروش این بازیکن میتواند به بلوگرانا کمک کند تا بودجه بیشتر برای خرج کردن در بازار نقل انتقالات تابستانی داشته باشد و میزان دستمزدهای پرداختی خود را کاهش دهد. این هافبک هلندی همچنین از زمان انتقال به نیوکام عملکرد خارق‌العاده‌ای نداشت و مجموعه این عوامل برای فروش دیونگ در پنجره نقل انتقالات فصل تابستان امسال کافی است. این گزارش حاکی از آن است که دو تیم منتظر تصمیم نهایی میلی‌پوش هلندی هستند. با این حال دیونگ میخواهد با بارسا ادامه دهد. خبرنگار نشریه اسپورت کاتالونیا در یک از گزارش‌های اخیر خود مدعی است که فرانک دیونگ می‌خواهد در بارسا بماند، اما در مورد رقابت خود در فصل آینده با آن روبرو خواهد شد تردیدهای وجود دارد. همچنین گفته می‌شود که منچستر یونایتد تیم است که بهترین علاقه را به جذب وی در بازار نقل انتقالات دارد و بالاترین مبلغ پیشنهادی را روی میز گذاشته است. شیاطین سرخ از قبل با بازیکن تماس گرفته‌اند و پروژه خود را برای او توضیح داده‌اند، جایی که می‌تواند یکی از مهره‌های اصلی ترکیب ریک تن هاگ باشد. آنها می‌خواهند تصمیم نهایی بازیکن هلندی را بدانند تا بتوانند پروژه جدید سرمربی خود را تکمیل کنند. منچستر یونایتد بیش از این نمیتواند صبر کند و میخواهد موضع نهایی دیونگ را درباره انتقال به انگلیس را بداند. بنابراین به قول خبرنگار نشریه اسپورت کاتالونیا به این هافبک میلی‌پوش هلندی کاتالان‌ها اولتیماتوم میدهد. اگر او پیشنهاد منچستر یونایتد را رد کند، آنها به دنبال یک هافبک برتر دیگر خواهد بود. فرانک دیونگ همچنین از علاقه پاریس سن ژرمن فرانسه، بایرن مونیخ آلمان و چند باشگاه دیگر به خود نیز آگاه است، اما نیوکمپ را ترک نخواهد کرد مگر اینکه سران باشگاه بارسا دیگر او را در جمع کاتالان‌ها نخواهند. در شرایط فعلی تنها چیزی که بارسا میخواهد پول نقد است و با فروش بازیکن سابق آژاکس در این تابستان مشکل ندارد، اگرچه باشگاه‌های دیگر نیز به این بازیکن هلندی علاقه‌مند هستند. اما خبرنگار نشریه اسپورت کاتالونیا در گزارش خود چنین میگوید که منچستر یونایتد تنها تیمی است که میتواند از پس پرداخت دستمزد بالای این بازیکن برآید. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.